عناوین خبرها. تاکید بورل بر لزوم ادامه مذاکرات برجام. اعمال نفوذ حکومت ایران با پرداخت‌های هنگفت در اینستاگرام. حمله به مرکز نظامی سوریه در پی افشاگری درباره داماد سلیمانی و تلاش مذبوحانه رامبد جوان به توصیه مزدورانه فرزندآوری. همراهان گرامی سلام، به سرزمین مادری خوش آمدید. لطفاً پیش از تماشای ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و از کانال ما حمایت کنید. تاکید بورل بر لزوم ادامه مذاکرات برجام. هرچه منتظر بمانیم دشوارتر می شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه 31 اردیبهشت بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام تاکید کرد. جوزف بورل یک روز پس از تماس تلفنی خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با انتشار توییتی نوشت: هرچه بیشتر منتظر بمانیم به سرانجام رساندن مذاکرات دشوارتر می شود. وزارت خارجه ایران روز جمعه از تماس تلفنی آقای بورل و امیرعبداللهیان خبر داده و گفته بود محور اصلی مذاکرات برجام بود. آقای بورل 17 اردیبهشت نیز در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گفته بود که برای خروج از بنبستی که سد راه احیای برجام شده، در پی یافتن راه میانه برای حل مشکل سپاه پاسداران است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند ایران اصرار دارد که سپاه پاسداران باید از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شود، موضوعی که آمریکا گفته است تحقق آن منوط به دریافت تضمین‌های امنیتی است. محمود احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز 17 اردیبهشت گفته بود باید واقعیت را به مردم گفت که برجام به نتیجه نمی‌رسد. وی با اعلام اینکه ما نمی‌توانیم از اصول انقلابی دست برداریم گفت: اختلاف ما با آمریکا و اروپایی‌ها مبنایی است و متقابلاً آنها هم همینطور. اخیراً انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا، سفری به ایران داشت و در پی این سفر آقای بورل هفته گذشته گفته بود بنبست مذاکرات با ایران گشوده شده است. ایران نیز نتیجه مذاکرات با آقای مورا را مثبت خوانده بود، اما وزارت خارجه آمریکا همان زمان اعلام کرد احیای برجام هنوز قطعی نیست. او افزود ایران باید تصمیم بگیرد که آیا کماکان بر شروط غیر برجامی اصرار کند و یا می‌خواهد به یک توافق سریع برسد که از نظر ما منافع تمامی طرفین را تامین خواهد کرد. نفوذ حکومت ایران در اینستاگرام. برای بستن حساب فعالان سیاسی تا 10,000 یورو می‌دادند. یکی از کارمندان سابق شرکت اطلاس اینترنشنال می‌گوید که از طرف دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به او پیشنهاد شده بود به ازای حذف پروفایل بعضی خبرنگاران و فعالان سیاسی در اینستاگرام 5,000 تا 10,000 یورو دریافت کند. به دنبال طرح این اتهام‌ها درباره نفوذ حکومت جمهوری اسلامی ایران در شرکت ناظر بر محتوای شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک، شرکت متا که مالک هر دو شبکه است، به بی بی سی فارسی گفت هیچ وابستگی یا ارتباطی بین شرکت اطلاس اینترنشنال و حکومت ایران وجود ندارد. اما علی، کارمند سابق این شرکت در آلمان، به خبرنگار بی بی سی گفت یکی از نیروهای امنیتی از طریق دوستم در ایران به من پیام داد، گفت یک سری پروفایل مشخص مثل خبرنگارها و فعالان سیاسی هستند که آنها خواهان حذفشان هستند، مثل پروفایل مسیح علی نژاد که بسیار بر آن تاکید داشتند که حتما اینستاگرام یا فیسبوکش حذف شود. پول خوبی هم پیشنهاد می‌دادند، بسته به هر شخص 5,000 تا 10,000 یورو برای هر حساب کاربری که بسته شود. چند کارمند فعلی و سابق این شرکت گفتند که یک شخص به طور مستقل میتواند تصمیم بگیرد که یک پست را پاک کند یا نه، اما شرکت متا میگوید این تصمیم بر اساس مقررات و قوانین شرکت گرفته میشود و تصمیم شخصی نیست. همچنین طبق قوانین متا، تهدید به مرگ در این شبکه اجتماعی مجاز نیست، مگر در شرایطی که به طور موقت اجازه این کار داده شود. برای همین بسیاری از پست‌هایی که حاوی شعارهای مرگ بر خامنه‌ای است
حذف می شود. در مواردی در اعتراضات پیشین اینستاگرام استثناء قائل شده، اما در تظاهرات اخیر هم چنین حذفیاتی پیش آمد. شرکت متا به بی بی سی فارسی گفته بازبین ها محتوایی را که خلاف دستورالعمل های شرکت باشد از اینستاگرام و فیسبوک حذف می کنند. در قوانین آگاهانه جزئیات زیادی می آید تا از تفسیر و جانبداری جلوگیری شود، اما بعضی از کارمندان شرکت تلاس اینترنشنال از جمله علی می گویند این بازرسی ها کافی نیست. از شکایت هایی که زیر دست ما می آمد فقط 10% زیر دست بازرس می رفت. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره ادعای نفوذ حکومت ایران در اینستاگرام میگوید اعمال تغییرات در این محتوا همراستا با خواسته های حکومت جمهوری اسلامی با توجه به حجم کلی مطالبی که منتشر می شود چندان اثرگذار نیست. او اعتقاد دارد که برای جمهوری اسلامی ایران بهتر است که این منابع مالی که صرف تبلیغ می کند خرج مشکلات جامعه و مردم کند. حمله تازه به مراکز نظامی سوریه در پی افشاگری اسرائیل درباره داماد سلیمانی. تازه ترین حمله هوایی علیه سوریه در آخرین ساعت شامگاه جمعه 3 اردیبهشت 3 نظامی سوری را کشت و خسارت زیادی به پایگاه‌های نظامی و اماکن دیگر در چند منطقه این کشور وارد کرد. این حملات ساعتی پس از آن انجام شد که سخنگوی ارتش اسرائیل داماد قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس را به قاچاق اسلحه از ایران برای حزب الله لبنان متهم کرد. ناظر حقوق بشر سوریه اسرائیل را عامل این حملات دانسته و اعلام کرد که پایگاه‌های ارتش سوریه که همزمان به مراکز استقرار نیروهای ایرانی و متحدانش تبدیل شده اند هدف موشک‌های شلیک شده اسرائیل بود. به گفته این گروه اپوزیسیون سوریه مستقر در بریتانیا شب گذشته صدای انفجارهای مهیب در مناطقی از حومه دمشق شنیده شد. فرودگاه بین المللی دمشق نیز هدف موشک قرار گرفت و در بخشی از آن حریق رخ داد. حملات هوایی و موشکی منتسب به اسرائیل در روز 3 اردیبهشت ساعتی پس از آن رخ داد که ارتش اسرائیل اعلام کرد رضا صفی‌الدین پسر هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی سازمان حزب الله سفرهای خود به ایران برای انتقال سلاح استراتژیک برای حزب الله از طریق سوریه را افزایش داده است. سخنگوی بخش عربی ارتش اسرائیل روز جمعه در توییتر خود نوشت که رضا صفی‌الدین همسر زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی از پروازهای غیر نظامی برای انتقال سلاح بهره می‌گیرد. به گفته ارتش اسرائیل رضا صفی‌الدین چند بار در ماه از لبنان به ایران می‌رود و در پروازهای ایران که معصومانه نیست انتقال جنگ‌افزار برای حزب الله را از طریق پروازهایی به مقصد فرودگاه بین‌المللی دمشق هماهنگ می‌کند. آمار نرخ رشد فرزندآوری هم به حسنات طلاب اضافه شد. طاهری مدیر تخصصی تبلیغات معاونت تبلیغ حوزه‌های علمی گفت که یکی از حسنات خانواده‌های طلاب آمار نرخ رشد فرزندآوری است. او افزود با وجود مظلومیت طلبه‌ها از نظر نرخ فرزندآوری وضعیتشان از سایر اقشار بهتر است. باید کاری کنیم سایر اقشار هم به طلبه‌ها در امر فرزندآوری بپیوندند. هفته گذشته در شرایطی که بحران بیکاری، تورم و تنگناهای اقتصادی زندگی عادی بسیاری از مردم در ایران را مختل کرده، علی خامنه ای دوباره از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تکثیر نسل را جزو ضروری ترین فرایض خود بدانند. بر اساس گزارش‌ها جامعه ایرانی رو به کهنسالی است و بهتر است که جوانسازی نسل مورد توجه قرار بگیرد، اما در شرایطی که بحث معیشت و امنیت و آینده در ایران هر روز فاجعه بارتر می شود، خانواده ها و زوجین چطور می توانند به فرزندآوری فکر و برای آینده آنها تصمیم گیری کنند؟ در پی تاکید دوباره خامنه ای برای فرزندآوری، همه مسئولان و مزدوران جمهوری اسلامی ایران دست به کار شدند تا مردم را به فرزندآوری مجبور کنند. در ادامه همین روند هم رامبد جوان سلبریتی راندخار و وابسته در برنامه خندوانه که هر شب از شبکه تلویزیون پخش می شود به شرکت کنندگان می گوید کی بچه میارید؟ کی بچه میارین؟ بله؟ کی بچه میارین؟ من که متولد 85م خودم، 200 هم اسکی میدیم. آره. کلن بعد خندانده شد دست دل باز شدین دیگه. جایزه و اینجوری. 85 باشی میشه 16 ساله دیگه. بازم تعلق باشی. 15 گفتی. تو گفتی 85 چیه؟ ما هم یه الان یه ریاضی ساده رو. ما تو کلن. که بچه میری دکتر؟ جان؟ تو همین خندوانه ایشالله ازدواج بکنیم، تو همین خندوانه هم بچه میاریم. من متأهل ما جوان ازدواج کردم. راست میگی؟ آره آقا آره. پس بچه رو باید بیاری دیگه. متأهلی؟